خانم ها آقایان سلام، وقتتون بخیر. خوش اومدید به زوم نیوز امروز رادیو قبرس، بخش خبری جیان آرا. بیایید هفته رو با یه جعل دیگه تموم کنیم. این بار فاکتورهای جعلی که دولت رو با چندین میلیون لیر ضرر مواجه کرده. ماجرا از 29 مارس امسال شروع میشه، وقتی پلیس گمرک متوجه میشه شخصی محصولات پزشکی به ارزش 3,371,000 لیر رو فقط به قیمت 153,800 لیر فاکتور جعلی ترخیص کرده و این محصولات رو توی بازار فروخته. تا حالا چندین پرونده دیگه به همین شکل کشف شده و پلیس احتمال میده پرونده خیلی گسترده تر باشه. یه موضوعی رو هم بگم برای عزیزانی که پیگیر قوانین تملک برای خارجی ها هستند. این قوانین رو داریم ترجمه میکنیم، به هر حال موضوعات حقوقی داره و باید تخصصی و با مشورت ترجمه بشه تا خدای نکرده موضوعی رو اشتباه منتقل نکنیم. ایستگاه برق اسکله با دو ترانسفورماتور با توان 62.5 مگاوات برق با سرمایه گذاری بیش از 7.3 میلیون دلار در آگوست امسال به بهره برداری خواهد رسید. قطعاً با آغاز به کار این ایستگاه مشکل برق منطقه اسکله حل خواهد شد. آقای ارهان آریکلی وزیر راه گفته که رئیس انجمن دامداران به من توهین کرده و من میخوام برم شکایت 1,000,000 لیری بکنم از ایشون و قطعاً این پول غرامت رو که گرفتم برای گوشت ارزون بین مردم تقسیم میکنم. بلندترین آسمون خراش قبرس با ارتفاع 181.5 متر در 44 طبقه تو لیماسول شروع به ساختن کرد. دمای هوا برای فردا ماگوسا و اسکله 19 تا 27 درجه، نیکوزیا 18 تا 30، گیرنه 19 تا 29، لفکه 18 تا 28، پافوس 17 تا 27، لیماسول 17 تا 31، لارناکا 19 تا 30 و کارپاس 20 تا 26 درجه سانتیگراد گزارش شده. و حرف آخر این که میگن چیزای خوب زمان میبره، ولی به نظر من این زمانه که چیزای خوبو با خودش میبره. جمعتون پر از اتفاقات خوب، تعطیلات حسابی بهتون خوش بگذره، مراقب باشید، دلتون شاد، لبتون خندون.